نگران آیندتی، دلشوره داری تو هر حالتی، نمیدونی چی خوبه چی بد، نمیدونی چی کار باید کرد. مسیرت از سنگ پر میشه، دلت یه وقتایی دل خور میشه از اینون، اما بدون که هرچی که باید اتفاق بیفته میفته یه روزی. نگران نباش، چون هرچی که باید اتفاق بیفته میفته یه روزی. نگران نباش، به خطای مستقیم مسیرت خیره شو و هیچ وقت اسیر پشت سر نشو. تو خاطره نرو، مثل باد از کنار آدم آرد شو. بذار پشت سرت بگن به همین دیوونه رو، بگن این دیوونه رو. فقط تو خلوت بگو با خودت همش، بگو بگو هر سقوط یعنی شروع پروازم. تموم دنیا اگه دست به دست هم بدن، سر راه توی صد بشن بازم. هرچی که باید اتفاق بیفته میفته یه روزی. نگران نباش، چون هرچی که باید اتفاق میفته میفته یه روزی. نگران نباش. سلام علیکم، حال شما چطوره؟ سلام بچه ها، وقتتون بخیر، خسته نباشین، امیدوارم که حالتون خوب باشه هر جا که هستین. استاد فعلا بچه ها باید برای آرزوی سلامتی بکنم برای خودتون. آره دیگه چیکار کنم، این مریضی خوب میشه. مریض بود و با اصرار خودشون بازم گفتن که هم استاد مریض بود، هم اینترنت ها مریض بود، هم کلن هممون مریضیم شدن تو این احوال. ولی بازم با اصرار استاد این جلسه رو براتون برگزار کردیم. چیکار کنیم؟ وظیفه است. قربون شما. خیلی خوب، امیدوارم حالتون خوب باشه. راجع به یه سری مطلبات تو ادامه قدر مصاحبه میخوام براتون بگم، یه سری تابع‌های خاص و حقه‌های مخصوص به خودش. ببینید اگر بخوایم توی مسائل قدر مطلق تابه ها و سوالات اینچنینی رو کار بکنیم، مثلا قدر مطلق x منهای 3. حالا به رسم این تابه برسیم ببینیم رسمش چی میگه. ببینید اول من قدر مطلق x رو دارم که میشناسیم قدر x اینه، این نمودار قدر x. بعد اینو اقدام کنم 3 واحد بیارم پایین، چون گفته منهای 3 پس 3 واحد به پایین. یه شکل اینطوری دارم، سه واحد به پایین. و مرحله بعدی گفته از کلش قدر مطلق بگیر. قدر مطلق گرفتن از یه چیزی یعنی هر چیزی که زیر محور ایکس هاست رو تاب بده بنداز بالای محور ایکس ها. یعنی تو مرحله نهایی شکل ما یه چیز اینطوری خواهد شد. خب این عرضه چند بود بچه ها؟ منفی 3. وقتی که قرینش بره بالا این عرضه چنده؟ 3. یعنی من با یه فرم اینطوری طرفم. فرمم چیه؟ یه دبلیو. اینجا کف رو محور ایکس هاست و عرضش صفره. اینجا این نقطه نکتیزه اون وسط، اون قله این وسط عرضش شده 3. درسته؟ پس فرم این تابه این چنینی شبیه یه دونه دبلیو هست. حالا اینو که فهمیدیم به چه کارم میاد؟ من میگم آقا من یه دونه دبلیو دارم تو این تابه، که اینجا رو میدونم 3 تاست، عرض 3 تاست، اینجا 0. حالا اگر من اگه یه خطی افقی رسم کنم یه چیزی مثلا بیشتر از 3، مثلا اگه 4 رو رسم کنم، بگم ایگرگ مساوی با 4، چند تا محل برخورد تولید میکنه با این منحنی من؟ 2 جا، 2 تا برخورد. اگر که من بیام خود خط ایگرگ مساوی با 3 رو رسم بکنم چند تا برخورد میده؟ 3 تا. اگر بیام یه خطی رسم بکنم ما بین 0 و 3، اینجا یه کایی
که این کاب بین صفر و سه باشه. چند تا برخورد داره میده؟ 4 تا. و اگر رو خود ایگرگ مساوی با صفر خطی داشته باشم، چند تا برخورد به میده؟ 2 تا. پس تو حالات مختلف برای حل معادله این چنینی، قدر x منهای 3 مساوی با یک کای. این انواع اقسام بحثاشو کردیم که اگه کا بیشتر از 3 باشه چند تا جواب؟ 2 جواب، 2 تا برخورد میسازه. اگر این کای من دقیقا خود 3 باشه چند جواب؟ 3 تا جواب. اگر کای یه چیزی بین 0 و 3 باشه چند تا جواب؟ 4 جوابه میشه. و اگر خود کای 0 باشه چند جواب است؟ 2 جوابه. حالا من سوال عوض میکنم، شما بگید چه محدوده ای از کا به درد میخوره برای اینکه تابع من تو این تابع تو این معادله، من بگم دوست دارم که این 4 جوابه بشه. 4 جوابه شدن این کی اتفاق میفته؟ ببینید این فرم قبول داری هنوز یه دبلیوه، درسته؟ نقطه نکتیز اون بالاییه طبق عرضی که اینجا درست میشه چنده به نظرتون؟ نقطه چند عرضش؟ کامنت دارین؟ عرض این دبلیوه اینجا چند در میاد؟ عرضه میشه 5 تا، درسته؟ حالا این مسئله از من خواسته که با یه کای قطعش بده که این 4 جوابه بشه. ببینید من با یه خطی دارم، این خطه میتونه بالا و پایین بره. اگر بالاتر از 5 وایسه 2 جواب است، اگر رو خود 5 وایسه 3 جواب است، اگه بین 0 و 5 وایسه 4 تا جواب داریم، و اگه بره رو 0 وایسه 2 تا جواب. اینجا خواسته که 4 تا جواب به من بده، پس این کاه باید بین 0 و 5 تنظیم بشه. یه سوال دیگه، اینو میخوام فقط بچه ها کامنت بدن، من هیچی نگم. میگه که این مساوی با کا و دوست دارم که این معادله دارای 2 جواب. کی 2 جواب خواهد شد؟ به ازای چه محدوده ای از کاها من 2 تا جواب خواهم داشت؟ کامنت بیا. استاد بچه ها میگن امروز حالتون انگار زیادی گوبرا نیست. نه تب دارم، من اصلا با تب وایسه دارم دارم درس میدم. خوب میشه انشاءالله. ببخشید. اینجا با این کا که گفته دارای 2 جواب باشه، فرم مسئله من همچنان دبلیوه. این فرم دبلیوه و این عرض چنده؟ 4. به خاطر این 4 این عرضه میشه 4. حالا من دوست دارم 2 تا جواب داشته باشم. 2 جوابه ها کجاها بود؟ 1 این بالاها، بالای این نقطه نکتیزه، و 1 هم رو خود ایگرگ مساوی با 0. پس برای 2 تا جواب داشتن کا من باید کجا باشه؟ کا باید عضو مجموعه تک عضوی 0 اجتماعش با 4 به بالا باشه. اوکی. خب توی رسم همین من دبلیمونو میکشم برای همین تابه، برای همین 4. یه فرم دبلیوی، فرض کنید یه ایگرگ مساوی با 5 اومده خورده به این، 2 تا برخورد ساخت، یکی اینجا یکی هم اینجا، 2 تا محل برخورد داریم. میخوایم راجع به محل برخوردها و به دست آوردن خود عدداش اصلا حرف بزنیم، تعداد دیگه کاری نداریم، تعدادش بحث شد. معادله اینطوره که قدر x منهای 4 مساوی با 5. من میخوام خود عدد این جواب رو به دست بیارم. اینجا مطمئنم که این 2 تا جواب داره این معادله. چرا؟ چون این نقطه نکتیزه بالاترین عرضی که اینجا تو این وسط W درست میشه 4. من میخوام با 5 اینو قطع بدم، پس 2 تا جا میذاره زمین، 2 تا جواب داره. اما خود جواب رو چجوری به دست بیاریم تو این تیپ معادلات؟ اگه خواستی جواب رو به دست بیاری یه لحظه این قدر مطلقا رو بیخیال شو، اصلا نبینشون، نمیخواد اینا رو تعیین علامت کنی. این قدر مطلق ها رو یه لحظه اصلا نبین. نبین یعنی چی؟ بگو x منهای 4 مساوی با 5. کل این قدر مطلقا رو تو مثلا ذوب کردم، محو کردم که نبینم. x منهای 4 هم شد 5، پس x هم میشه چقدر؟ 9.
یعنی این طول چقدره؟ 9. اون یکی طول چقدره؟ ببینید این W الان نسبت به یه جایی متقارنه. نسبت به چی متقارنه؟ نسبت به محور ارزها، نسبت به محور Y ها متقارنه. پس اگر این جواب 9، این یکی جواب چنده؟ قرینه 9 یعنی منفی 9. پس دو تا جواب داره، یکی 9 یکی منفی 9. محور تقارن این تابع ریشه این قدر مطلق است. ریشه این قدر مطلق x مساوی با 0 و این همون محور تقارنه. اگر دو تا جوابن، دو تا جواب نسبت به این 0 متقارنن. اگر 4 تا جواب باشم 2 به 2 نسبت به این 0 متقارنن. مثلا قدر x منهای 4 مساوی با این بار 3. وقتی که میگه مساوی با 3 یعنی یه فرم W دارم، اینجا 4ه، یه دونه 3 زدتش. چند تا جواب داده؟ 4 تا جواب این بار. این جواب ها هم دوباره 2 به 2 قرینه همن، یعنی این قرینه اینه، این یکی هم قرینه این یکی. اما اینجا خود این جواب ها رو چجوری به دست بیارم؟ پس من اینجا مطمئنم اولا این معادله 4 جواب است، دوباره که 2 به 2 این جواب ها قرینه هم دیگه، یعنی دوتا اینا قرینن، دوتا هم اینا قرینن. اگه بگه مجموعه جواب ها چیه، میگیم 0. حل نمیخواد بکنی بگه مجموعه جواب های معادله چیه، میگی جمع اینا چون 2 به 2 قرینن پس جواب اون تو مجموع 0. اما خود جواب ها رو خاصی به دست بیاری چی کار کنی؟ یه بار قدر مطلقات رو ذوب کن، اصلا ندین، بگو x منهای 4 مساوی با 3. قدر مطلقام رو برداشتم و ندیدم x منهای 4 3 باشه، یعنی x مون میشه 7. یکیش 7ه، یکی قرینه این عدد، پس یه جواب 7 یه جواب منفی 7. این دوتا جواب، دوتا جواب دیگه، یعنی اینجا شد 7 اینجا هم شد منفی 7. دوتا جواب دیگه چیه؟ یه بارم قدر مطلقاتو ذوب کن نبین اصلا قدر مطلقاتو، اینجا همون x منهای 4 اما اونور به جه 3 بذار منفی 3. منفی 4 تو بیاریم بر x مون میشه 1 و قرینش اینم دوتا جواب. ببین 4 تا جواب 2 به 2 قرینه هم، مجموع همه این جواب ها 0. خب یه سوال دیگه بنویسم، شما خود جواب ها رو میخوام برام بگید. خب دستتون ببینم روی این راه میفته یا نه. یه لحظه فکر کنید خود جواب ها. اولا که اینجا این نقطه نکتیزه تو این W، اینجا عرضش چنده؟ 5. من دارم با عرض چند کار میکنم؟ با عرض 2. چند تا جواب، چند تا برخورد؟ خب معلومه که 4 تا. 4 تا جوابی هن که حتما 2 به 2 نسبت به این محور تقارن متقارنه، قرینه. اما خود جواب ها رو چجوری به دست بیارن؟ یه بار کافیه که قدر مطلقات رو برداری بگی x منهای 5 یه بار مساوی با خود 2، یه بارم قدر مطلقات رو بردار بگو x منهای 5 مساوی با منفی 2. پس اینجا x هم میشه 7 و قرینش منفی 7. تو این یکی x هم میشه 3 و قرینش منفیه 3. پس تو این تیپ معادلات کافیه که این کارو بکنیم برای به دست آوردن خود جواب ها. قدر مطلقا رو کلا نبین، یه بار برابر خود این 2 بذار، یه بار برابر با منفی 2 بذار، دو تا عدد گیرت میاد و قرینه هاش. حالا اگر که بیان این منحنی ها رو یه انتقالی بهشون بدن، انتقال رو ان شاء الله تو جلسه بعد با هم دیگه اصلا مبحث انتقال رو می‌خوایم بخونیم. بگه چی؟ بگه قدر x منهای 2 منهای 3 مساوی با مثلا 5. اینجا دیگه این W هنوز W ولی جاشو عوض کرده. W که با قدر x بود، اگر این فرم بود، من یه W داشتم که محور تقارنش خود چی بود؟ x مساوی با 0 محور y. اما اینجا تو این یکی اومده این W رو دو واحد برده جلو، دو واحد سرش داده جلو، پس من یه W دارم با محور تقارن این بار 2. آقا عروش ضابطه کجا بفهمیم محور تقارن چیه؟ ریشه اینو بگیر تو این تیپ تابا، ریشه اینو بگیر 2. این 2 همون محور تقارن این بازیه. پس من فهمیدم محور تقارن 2، همچنان فرم W، همچنان این نقطه نکتیزه از این عرضه داره تبعیت میکنه. اینجا 3، پس این عرض میشه چی؟ Y مساوی با 3. عرض اینجا 3.
من دارم با 5 قطعش میدم، یعنی یه عرض اینطوری با ایگرگ مساوی با 5. چند تا جواب داره بهم میده؟ خب معلومه که 2 تا. اما خود این 2 تا رو چجوری به دست بیارم؟ اگه لازم باشه خود جوابا رو هم به دست بیارم. دوباره قدر مستقا رو وردار بنداز کنار، نمیخواد قدر مستقا رو ببینی. میشه x منهای 2 منهای 3 مساوی با 5. پس اینجا x میشه چی؟ منفی 2 منفی 3 منفی 5، بره اونور میشه 10 تا. 10 یکی از جواب هاست. 10 چیه؟ این جواب هست بابا جان، یکی از جواب ها 10ه. خب الان نمیتونیم بگیم اون یکی جواب منفی 10ه، چون دیگه محور تقارن 0 نیست. محور تقارن چند بود؟ 2. محور تقارن 2ه. از 10 به 2 چقدر راهه؟ 8 واحد. از 2 هم دوباره 8 تا برو بشین عقب، کار متقارن باید انجام بدی دیگه. از 2 محور تقارن 8 تا جلو 10، پس 8 تا عقب اون یکی جواب. از 2 8 تا عقب اون یکی جواب چیه؟ منفی 6. اوکی، پس یه جواب شد 10. چجوری به دست آوردم؟ قدر مطلقا رو برداشتم انداختم دور، x منهای 2 منهای 3 مساوی با 5، x هم شد 10. یه جواب دارم 10، محور تقارن رو دارم 2، فاصله این دوتا چقدر؟ 8 واحد. فاصله این دوتا هم چقدر باید باشه؟ 8 واحد، چون همه چیز نسبت به این خط متقارنه. پس از 10 8 واحد عقب 2، یه 8 دیگه عقب منفی 6. اگر بگه که مجموع این دوتا جواب رو بگید، مجموع این دوتا جواب نگاه کنید، یکیش 10ه یکیش منفی 6ه، جمعش شده چقدر؟ 4 تا. آقا آیا میشه بدون اینکه خود جواب‌ها رو حساب کنیم مجموع جواب‌های این معادله رو بگیم؟ آره میشه. چطوری میشه؟ نگاه کن، محور تقارن این یارو چند بود؟ 2. دوباره یه دبلیو میکشم، میخوام روش حرف کلی بزنم نتیجه ها رو بگیرم. فرض کن من دو تا جوابه شدم، این دبلیو بهم دو تا جواب داده اینطوری. یه محور تقارنی هم دارم اینجا، مثلا چه میدونم یه عددی، یه قلمبه، یه آی، هرچی، ولی بدونم این جوابه هست آ و بدونم این جوابه هم هست بی. خب مگه این محور تقارنه نیست؟ محور تقارن مگه وسط این دوتا نیست دقیقا؟ پس میانگین این دوتا میشه این وسطیه. خب یعنی چی؟ یعنی اگر خواستی این دوتا رو با هم دیگه جمع بزنی، این x مساوی با میانگین این دوتا میشه محور تقارنت. پس اگر گفت مجموعه دوتا جواب یعنی a به اضافه b، میگیم دو برابر محور تقارن. اینجا رو ببین، این 4ه، دو برابر محور تقارن چند بود؟ 2 2 تا 4 تا. پس نیاز به دست آوردن خود جوابا هم نداشتیم. ببین یه مثال دیگه میزنم این موضوع رو سریع بفهم. خیلی کار سریعیه دارید انجام میدید، اصلا کار ساده ای نیست. اینه حالا فعلاً دو نذاریم، مثلا 7. الان باز با یه دبلیو طرف، دبلیو تو اون نقطه نکتیز بالای عرضش 4، درسته؟ عرض نکتیزه 4، این داره با 7 میزنتش. پس چند جواب است؟ اینجا 4، این داره با 7 میزنتش. چند تا جواب؟ 2 تا جواب داره. حالا مجموع جوابا رو میخوام حساب کنم، نیاز خود جوابا رو به دست بیارم؟ خیر، مجموع دو تا جواب اینجا میشه دو برابر محور تقارن. محور تقارن چیه؟ x مساوی با 3. ریشه این محور تقارن x مساوی با 3. پس مجموع جواب ها چیه؟ مجموع جواب ها میشه دو برابر محور تقارن، که میشه چی؟ 2 تا 3 تا 6 تا. دو برابر محور تقارن. آقا حالا چک کن خود جوابا رو به دست بیاریم. باشه، اینجا قرار شد قدر مستقها رو ذوب کنی بندازی کنار، اینجا بدون قدر مطلق ببین اینا رو، x منه 3 منه 4 این بشه 7. پس x هم میشه چقدر؟ 14 تا. درسته، x هم شد 14 تا. یعنی یکی این جوابا چنده؟ این جواب اینجا چنده؟ 14.
محور تقارن چنده؟ 4. از 14 به 4 چقدر فاصله است؟ 10 تا. یه 10 تای دیگه باید برم عقب. از 4 یه 10 تا برم عقب. کجا رو میگیرم؟ بگید کجا رو میگیرم از 4 یه 10 تا برم عقب؟ از 4 یه 10 تا کم. منفی 6. این شد دوتا جوابا. این دوتا رو بیاد جمع بزنی. جمعشون میشه چی؟ آقا جای اشتباه حساب نکرده باشم. حالم هم خرابه. بچه هم میگه این برطه هارم 3 نباید باشه. این برطه هارم 3؟ آره چرا 4 حساب کردم. راست میگه. این محور تقارن x مساوی با 3. خب از 14 به 3 چند تا عقب؟ چند تا؟ 14 به 3 چند تا عقب؟ 11. یه 11 تا دیگه هم برو عقب. منفی 7. نه 11. منفی 8. حالا این دوتا رو با هم دیگه جمع کن. منفی 8 و 14 همون شیشه که اینجا به دست اومد. یعنی اصلا نیاز نبود تو مجموع جواب‌ها خود جواب‌ها رو به دست بیاریم و بعداً بیام جمعشون کنیم. از رو همین میتونستیم بگیم. یکی دیگه میگم آقا کشکار بچه‌ها کامنت بده. اینجا سوالم اینه مجموع جواب‌ها. مجموع جواب‌های این معادله چی میشه؟ آفرین 8. چرا؟ چون باز با یه دبلیو طرفم. این عرض 2ه، من دارم با 5 کار میکنم، پس 2 جواب است و مجموع جواب ها جمع جواب ها میشه 2 برابر محور تقارن. یعنی 2 تا 4 تا 8 تا. خب این برای جمع 2 جوابه ها، یعنی اگه 2 تا جواب بود جمعشون میشه چه؟ گفتیم 2 برابر محور تقارن سری 8 تا. حالا اگر که 4 جوابه بود چه گلی باید به سر بگیریم؟ فرض کنیم مثلا قدر x منهای 2 منهای 5 مساوی با 3. اینجا من یک دبلیو دارم، این عرضه 5، عرضی که داره میزنتش 3، محور تقارن 2ه. من اینجا 4 تا جواب دارم. 4 تا جوابی که 2 به 2 قرینه هم دیگه. خب بچه جمع این دوتا جواب، جمع این دوتا میشه 2 برابر محور تقارن. جمع این یکی دوتا هم میشه 2 برابر محور تقارن. پس جمع کلشون میشه 4 برابر محور تقارن. یعنی اگه فهمیدی 4 جواب است، دوباره نیاز نداری خود جواب هارم به دست بیاری. میگی 4 برابر محور تقارن. یعنی 4 برابر کی؟ 4 برابر 2 که میشه 8. یه دونه دیگه میگم ایشالله بچه ها بگن جمعشون. قدر x منهای 3 منهای 7 اینجا هم 4. بگه جمع جوابا. اول باید بگیم چند جواب است که بعد بتونیم بگیم مجموع جواباشون میشه چی. چرا 12؟ درست 12 تاست، چون یه فرم دبلیو 4 جواب است. 4 جواب هم مجموع جواباشون میشه 4 تا 3 تا.
دوازدت. اوکی. پس دو جوابش رو فهمیدیم که اولا کی دو جوابش رو فهمیدیم. جمع جواباش چند میشه رو فهمیدیم دو برابر محور تقارن. و خود جواب به دست آوردن ها هم فهمیدیم. گفتم قدر متقارن بردار مساوی با چهار بذار، یکی از جواب به دست اومد نسبت به محور تقارن، اون یکی جوابم به دست میاد. حالا اگر توی این فرم به این مسئله برسیم، قدر مطلق x منهای 1 منهای مثلا چه میدونم 3 دقیقا مساویه با خود 3. اینجا با یه W طرفم که دقیقا اومدم رو عرض خود همین نقطه نکتیزه خط رسم کردم. چند تا برخورد میده؟ اینجا 3 تا. تو اینا بگه جمع جوابا چیه؟ تو این حالت جمع جوابا میشه 3 برابر محور تقارن. چرا 3 برابر؟ یکی از جوابا که خود محور تقارنه، این دوتا هم که جمعشون 2 برابر محور تقارنه. پس این 3 تا رو هم دیگه جمعشون میشه 3 برابر محور تقارن. پس من جوابا این معادله رو اصلا حساب نکردم، فقط با این فرم شناسیه فهمیدم که یه دبلیو با این شرایط 3 جوابه، جمع جواباش میشه 3 برابر محور تقارن که یکی. پس 3 یکی 3 تا. و بس سلام روی. اوکی تو این چهارتاییه؟ بله. کجا بودی؟ تو این ستاییه خود جوابا رو بخواد بازم هیچ فرقی نمیکنه. ببین اگه تو این ستاییه خواستی خود جوابا رو به دست بیاری، یکی از جوابا که معلومه خود محور تقارنه، یعنی این جوابه که قطعا خود یکه، این جواب خود محور تقارنه و یکه. اما دو تا جواب دیگه هم هست، خاصی اون دوتا رو به دست بیاری بی خیال قدر مطلقه شو، قدر مطلقه رو بنداز دور، بگو x منهای 1 منهای 3 مساوی با خود 3 بذار. اینو حساب کن، x میشه چند؟ این منفی 4 تا، بیاد این بر x میشه 7 تا. یکی از جواب ها 7ه، یعنی اینجا حتما 7، اینو پیدا کردم 7. این جواب باید نسبت به این محور تقارن قرینگی داشته باشه. از 7 به 1 6 واحد عقب، یه 6 تا دیگه برو عقب، از این یکه یه 6 تا دیگه بریم عقب میشه چی؟ منفی 5. پس یه جواب شد 7، یه جواب شد منفی 5. اگه میگی تو این 4 جوابه چجوری باید خود جوابا رو به دست بیاریم، مجموع جوابا رو فهمیدی 4 برابر محور تقارن 4 3 تا 12. اما اگه اینجا خواستید به دست بیارید، دوباره بگید بدون قدر مطلق، یه دونه معادله که در نظر میگیرید بدون قدر باشه، x من 3 من 7 مساوی با خود 4. اینجا x که در میاد چیه؟ 14. یه 3 و یه 7 با این ور 4 14. یکی از جوابش شد 14. محور تقارن چنده؟ 3. پس 11 تا عقب، یه 11 تا دیگه هم برو عقب میشه منفی 8. پس یکی از جوابا 14، یکیش منفی 8. این است. اما دو تا جواب دیگر رو چجوری به دست بیارم؟ بازم قدر مطلقا رو بی خیال شو بنداز دور، x من 3 من 7 این بار ولی مساوی با منفی 4 بذارش، منفی 4. دوباره شروع کن x تو به دست آوردن، این 10 تا بیاد این و جواب میشه 6. یه منفی 10 میاد این و 10 تا 10 من 4 6. یکی از جوابا 6ه، محور تقارن 3، از 6 به 3 3 تا عقب، یه 3 تا دیگه هم عقب، پس یکی از جوابای دیگه چیه؟ 0. این میشه عین 4 تا جوابش، بدون اینکه این بازه ها رو اصلا بازه شناسی و تعیین علامت و حالت بندی و اینها کنیم، هم میتونیم تعداد بگیم، هم میتونیم جواب بگیم، هم میتونیم مجموع جواب ها بگیم. با توجه به اینکه 2 جوابه بود میگیم 2 برابر محور تقارن، با توجه به اینکه 3 جوابه بود 3 برابر محور تقارن، اگرم 4 جوابه بود 4 برابر محور تقارن. تو هر حالت هم برای به دست آوردن خود جوابا کافیه که قدر مطلقا رو بنداز دور. اگه 2 جوابه بود فقط با عدد مثبت برابرش بذار، اگه 4 جوابه بود یه بار با مثبتش یه بار با منفیش برابر بذار. مثلا بچا میگم پس تعداد برخورد
ثبت در محور توارد همیشه مجموع جواب میده. دقیقاً. اگه دو برخورده بود دو تا محور، اگه سه تا بود سه تا محور، اگه چهار تا بود چهار تا محور. این نه تنها برای این فرم W کار میکنه، برای هر تابع متقارن نمایی اگر یه محور تقارن داشته باشه این اتفاق دوباره خواهد افتاد. فرقی نمیکنه که اصطلاحا هم به این تابع ها میتونیم اگر محور Y ها باشه محور تقارنشون، اصطلاحا تو ریاضی بهش میگن توابع زوج. حالا ببینید من درس اینو تو جزوه براتون گذاشتم که کامل ببینید که توضیح این که تو چه حالتهایی چه اتفاقاتی خواهد افتاد اینجا کامل هست. تو همون جزوهی که هفته پیش نصفش کامل کردیم، نصف دیگرش هم الان کامل میشه میفرستم براتون، اونجا خواهید دید. درس نامش همش هست که W و چه اتفاقی میفته. یه سری حرفا اضافه تر زدم که خب تو ویدیو هست، بعدا میتونید ببینید. حالا مثلا میگه که قدر ایکس منهای دو شده 5. میخوام چند تا چیزو برای من کامنت کنی. 1. این معادله چند جواب است؟ 2. خود جوابا چیان؟ 3. جمع جوابا چیه؟ یه دقیقه وقت. دو جواب خوب اومدی، چون یه W دارم اینجا عرض 2 داره با عرض 5 زدیم بهش خودمونو، پا دو جواب با بالاترش زدیم دو جواب. اون دوستی که گفت مجموع جواب ها 4 اینجا رو اشتباه کردیم، مجموع 0 درسته، چون محور تقارن اینجا 0، ریشه اینقدر متقاعد 0، محور تقارن 0، پس دو تا جواب قرینه هم دیگن، پس جمعشون 0. اینا زی جواب هم 7 و منفی 7، چون کافی بود فقط قدر مطلقا رو بندازیم دور، میشه 7. با دانش محور تقارن میگیم منفی 7. حالا بچه‌ها یه دقیقه نگاه کنیم، به صورت عادی بخوایم این سوال حل کنیم ما باید عملا چیکار کنیم؟ ببین توی درس عادی قدر مطلق بچه‌ای که میخواد به صورت عادی اینو حل کنه میگه آقا قدر مطلق یه چیزی شده 5، پس دو حالت دارد، یا آن چیز 5 است یا آن چیز منفی 5 است. بعد میاد میگه خب این منفی 2 رو میبرم اون طرف، قدر مطلق ایکس هم این منفی 2 بیاد اینور میشه 7. بعد میگه قدر مطلق ایکس شده از 7، پس یا ایکس 7 است یا منفی 7، که ما همونجا فهمیدیم. اینجا میاد این کار میکنه، میگه پس قدر مطلق ایکس شده منفی 3. بعد میگه خب این که نشدنیه، امکان نداره، قدر مطلق یک چیزی یعنی یه چیز نامنفی، قدر ایکس یک موجود نامنفی است، نمیتونه که با منفی 3 برابر بشه، پس اینجا جوابی گیرم نمیاد. ما حل و فصلمون اینجوری بود، سوال در معادله فلان تعداد جواب ها مجموعشون چقدره؟ تعداد بچه ها چند تاست اینجا؟ سری بگین کامنت یه لحظه باز کنیم، تعداد چند تاست؟ آفرین، دوتا. مجموعشون چیه؟ مجموع 0، چون محور تقارن 0، پس دوتا 0 تاست یا نیست؟ 0. خود جوابا رو دارن میگن 10 و منفی 10، پس هم تعداد بلدی هم مجموع بلدی هم خود جوابا رو بلدی بگی. اوکی، سوال قدر ایکس منهای 4 میگه مساوی با آ شده، یه فرم W دارم، سریع تو ذهنت میاد میگه یه فرم دارم اینجوری، اینجا چنده؟ 4ه. میگه یه خطی دارم مثل آ، ایشون نماد یه خط افقیه، میگه این خط افقیه این آ رو بیز زدم دو جوابه شده، چه مقادیری برای آ ممکنه؟ میگیم آمون یا باید بالای 4 باشه، یعنی از 4 تا مثبت می نهایت، اما یه جای دیگه هم هست که آمون میتونه رسم بشه و دو جوابه بکنه منو، اون کجاست؟ رو خود
صفره. این افتاد؟ بله. خب بچه های پرسن مجموع چطوری صفر شد تو بالایی؟ محور تقارن بابا جان صفر. خود جواب ها اینجا رو میگید. سوال قبلو تو سوال قبلی هم محور تقارن صفره. نها کن ریشه اینقدر متقل صفره، یعنی این منحنی هرچی که هست اینجوری، این نقطه نکتیزه دقیقا رو محور ارزها وایساده. اینه. پس اگر مثلا اینجا با اینجا جوابن، اینجا هر عددی هست اینجا قرین نشه، چون محور تقارن اینجا به خاطر ایشون به احترام ایشون x و 3 و 0. اینجا هم بود 10، اینم منفی 10. محور تقارن صفره، جمع جوابا صفره. دو برابر محور تقارن یعنی دو تا صفتا صفتا. 10 و منفی 10 جمعش صفتا. تو این تیپا که محور تقارن صفره همش صفره. بریم اون یکی تیپا رو ببینیم. اونم درسنامه‌شو گذاشتم براتون. حالا سوال تو سوال آزمون قلمچی بود. میگه اگر معادله قدر قدر x منهای a و آمون هم این چیز مثبت مساوی با 3، مساوی با 3، حد اکثر 3 تا جواب داشته باشه. حد اکثر 3 تا جواب یعنی چی؟ یعنی یا دو جواب است یا 3 جوابه. وقتی میگه حد اکثر 3 تا یعنی یا دو جوابه یا 3 جوابه. یعنی چی؟ یعنی 4 جوابه نه، 4 جوابه رو نمیخوام. آقا من یه دبلیو دارم، قطعا یه دبلیو دارم که عرض اون نقطه نکتیزه اینجا چنده؟ آه درسته؟ عرض نقطه مکه ببخش نقطه نکتیزمون آه این آه و یه خط فیکسی داریم سه. اینجا نگاه کن خود دبلیو داره حرکت میکنه دیگه، خطه حرکت نمیکنه. یعنی یه دستگاهی داری ثابت، یه خطی داری ثابت ایگرگ مساوی با سه. حالا انواع اقسام این دبلیو ها میتونن اینجا اتفاق بیفتن. مثلا این دبلیو، این دبلیو برای این سوال خوبه چون دو جواب است. این یکی دبلیو برای این سوال خوبه چون سه جواب است. اما دبلیو بد برای این سوال چیه؟ دبلیوی که بیاد اینو 4 جوابه کنه. اینو نمیخوام، اینو میخوام، اینو میخوام. این نقطه اینجاها همون آه است، درسته؟ پس این آه باید خودشو کوچکتر از 3 نگه داره یا دیگه خود 3 بشه. اگه آه رو خود 3 وایسه من 3 تا جواب دارم، اگه آه پایین تر از 3 وایسه 2 تا جواب دارم، اما اگه آه بزنه بیشتر از 3 بشه دیگه 4 جواب است، دیگه برام فایده نداره چون مثلا 4 جواب رو نمیخواد. میگه مجموع مقادیر قابل قبول برای آ شامل چند تا عدد صحیح هست. ما فهمیدیم اینجا آمون باید هرچی هست زیر 3 وایسه. خب حتی گفته که این آه مثبت، پس اینو دیگه نیاز نیست همچین مساویو بذاریم، خودش شرط کرده که آمون مثبته. حالا میگه این شامل چند تا عدد صحیحه. خب صحیحاشو دیگه میشمونیم دیگه، یکی و دوتا و سه تا. سه تا عدد صحیح برای آ ممکنه که تو این مسئله صدق کنه. برای فرم بعدی که گفتم قدر قدر x منهای b، اینا محور تقارنشون میشه ریشه این یعنی آ. نگاه کن نوشتم این توابع نسبت به خط x مساوی با آ متقارنه. حالا تو حالتهای مختلف بازم این فرمش یه فرم دبلیوه، این نقطه نکتیزه همی بی است، این عرضه همون بی است. حالا اگه خطی که ما میزنیم بالاتر از بی باشه دو جواب، اگه خود بی باشه سه جواب، اگه بین صفر و بی باشه 4 جواب، اگه خود صفر باشه دو جواب. نگاه کن اینجا جمع جوابا رو نوشتم، اگه بیشتر بود دو تا بود دو آ، اگه سه تا بود خب سه آ تعداد، اگه 4 تا بود 4 تا رو صفر هم که خودش دوباره دو برابر محور تقارن. حالا سوالش چی میگه؟ یه دقیقه اینو کامنت کنی مرام که این معادله اولا چند جواب دارد، ثانیا جمع جواباش چیست
و ثالثاً آخر این که بگید خود جواب‌ها چیا میشن. پس اول چند تا، جمع چی، خود جواب‌ها چی. آفرین. خب باید ببینیم اونا چرا میگن چهار جواب. دوستمون هم که احتمالا گفته چهار تا، یه لحظه حواسش پرت شد به عدد. نه نه، نه منفی نه نیم. محور تقارن صفر نیست اینجا، محور تقارن دوه. ناکن تو این فرم ما با چی طرفیم؟ یه دبلیو مو کشیدم. عرض این نقطه نکتیزه رو چند وای میسه؟ اینجا میشه سه. اینجا هم که حتما این عرض صفر. یه دونه طول مهم داریم. اینجا x مساوی با 2 محور تقارن. حالا این اومده میگه میخوام با 4 تا قطعش بدم. با y مساوی با 4. خب چند تا جواب میذاره زمین؟ 2 تا. واقعا کشیدنش نیاز نبود. همونجوری که شمایی که جواب دادید نکشیدید. فقط این 2 تا رو مقایسه کردید. گفتین 4 از 3 بیشتره، پس 2 تا. جمع جواباش چیه؟ دو برابر محور تقارن. محور تقارنی که تو این سوال دوه، دو دوتا چهار تا. اما اگر خود جوابها رو خواستیم، قدر مطلق، گور پدر قدر مطلق، ولش کن بره. و x هم میشه چی؟ 9 تا. یکی از جواب ها 9ه. محور تقارن 2ه. از 9 به 2 7 عقب. پس یه 7 تا دیگه هم عقب. از 9 به 2 7 عقب، 7 فاصله، یه 7 تا دیگه هم عقب، یعنی منفی 5. این میشه خود جوابات. 9 منفی 5 جمعش کن 4. خب اسکل بودیم مثلا از اول اینا رو بنویسیم و پیدا کنیم جمع کنیم. اگه جمع جواب رو خواست ما گفتیم دیگه، 2 تا 4 تا. تو این یکی یه بار دیگه تمرینش کنید. اصلا فکر نکنید که این سوال نمیشه. هر ساله سوال گزینه 2 قلمچی این آزمونا هست. این تیپ تو قدر مطلق فرم مهمی هم هست. تعداد و مجموع جواب‌های این معادله. دوباره یه دبلیو دارم با محور تقارن، نقطه نکتیزه، تعداد. همه رو فکر کن ببین چی. بگو برام ببینم. بله، 4 تا جواب. 4 تا جواب. خیلی خوب. خب ببینید باز اینجا من با یه دبلیو سر و کار دارم. اینطوری عرض نقطه نکتیزم 2ه. خطی که داره میزنتش 1. چند تا جواب؟ 1 2 3 4. پس این 4 جواب است. این از این مجموع جوابا سریع میگیم 4 برابر محور تقارن. محور تقارن کیه؟ منفی 3. ریشه اینو بگیر، منفی 3. 4 تا منفی 3 تا منفی 12 تا. پس جمع جوابا رو هم گفتیم.
حالا اگر اینجا که نخواستیم، اگرم خواستیم یه موقع تعداد جوابا رو گفتی، مجموعش هم گفتی، خود جوابا رو هم بگو، کاری نداره. دو تا کارو انجام بدید. کلاً قدر مطلقو بیخیال شید بندازید بره. نمیخوام قدر مطلق. یکی x به اضافه 3 منهای 2. یه بار مساوی با 1ش بذار. یه بار مساوی با منفی 1. مساوی با 1 گذاشتم. x هم در میاد چند؟ یه بار این حالت با محور تقارن بازی کن جواب، یه بارم با اون یکی. اینش دیگه کش داره، حرف اضافه است. کش داره؟ آره کش داره. ای بابا. حالا حدود کا چه باشد تا معادله فلان دارای 4 جواب باشد. ببین بازی این گیجت نکنه، ایکس منهای 2 کا اصلا به من کاری نداره. اینجا شلوغش کردیم، اصلا مهم نیست اینجا دو کا گشتی، 200 کا یا هرچی، این محور تقارنه، این کار تو طوله و فرم دبلیو کار نداره، فقط بردتش این بر اون بر. اما عرض مهم این دبلیوه چنده؟ 3. من میخوام با یه خطی بزنمش، خط 4 کا، ولی دوست دارم این خط 4 کا یه جایی وایسه، یه جایی خودشو نگه داره که 4 تا جواب تولید بشه. خب پس قاعدتا قبول دارید ایگرگ مساوی با 4 کا باید اینجاها باشه، یعنی اینجا 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 اینجاها رسم بشه تا این خط بتونه منحنی رو تو 4 نقطه مختلف قطع بکنه. پس نتیجه این که آقا 4 کا این خط من باید بین 0 و 3 رسم بشه، پس کام باید بین 0 و 3 4م. همه رو تقسیم بر 4 کردیم، بین 0 و 3 4م باشه. اینم یه سوال که دوباره با تکرار همین مطلب بود. اما یه سوال دیگه میگه به ازای کدام مقدار آن معادله فلان. این ور چیه؟ یه دبلیو. دبلیو رو ما سری میتونیم بشناسیمش که چه ریختیه. بچه‌ها محور تقارن چیه؟ رو 4 وای میسه و عرض مهمه چنده؟ رو 2 وای میسه. خب اینجا عرض از مبدأ چیه به من میگید؟ تو این تابعه عرض از مبدا، یعنی x رو 0 بدید عرض از مبدا رو به دست بیارید. x رو 0 بدیم چند میده؟ x رو 0 بدیم چند میده؟ بگین دیگه. منتظر بگین. اینجا x رو 0 بدید چند میده؟ 4. بابا 0 بدید، جای x 0 بذارید، این میشه 4. 4 منها 2. 2. پس یه فرم W اینطوری داریم. 54 هم داشتیم جواب. آدم تایپ کننش 54 چی؟ یه فرم W اینجوری داریم. اینجا این عرضه چنده؟ 2. این عرض مساوی با 2. اینجا هم بود چند؟ 2. پس این تاب W منه. حالا این x ضریب داشت چیکار بود؟ چی داشت؟ x ضریب داشت. اینجا یعنی 2x و 3x و اینا بود. ببین اونجا هم باز یه W داریم، ولی W که داره جمع میشه یا پهن میشه. یعنی اگه ضریب 2 داشت این شیبها دارن 2 منفی 2 میشن، یعنی دهنه W رو داری میبندی. اگه x دوم بود یعنی دهنه W داره باز میشه، فرقی تو حالت نکرده، فرم W فرق کرده. تو اینا این شیبا نگاه کن، این شیب 1 منفی 1 1 منفی 1، ولی تو اونا اگه بشه مثلا 2x این میشه 2 منفی 2 2 منفی 2. شیب ها رو دارم میگم، یعنی دهنه W داره بسته میشه یا باز میشه، فرقی تو تعداد سازیه نمیکنه. حالا اینجا میگه اینو برابر با یه خطی مثل AX گذاشتیم. AX چیه؟ یه خط مبدا گذر، خطی که از مبدا داره رسم میشه، شیبش هم ول کرده هرچی میخواد باشه باشه، ولی میگه آرزو دارم که این دقیقاً 3 تا جواب بده. وقتی که خطه به این W برخورد میکنه 3 تا جواب بده. ببین نگاه کن، من یه منحنی یه خطی دارم که داره از مبدا رد میشه، حتما یعنی روی این نقطه فیکس هم مبدا رد شده، ولی میتونه این خطه بالا و پایین بشه. بچه اگه این خطه رو اینجوری رسم کنم اصلا برخورد میکنه با منحنی؟ نه. اگه اینجا خط ثابت در نظر بگیرم چند تا؟ 2 تا. اگه اینجاها در نظر بگیرم نگاه کن اینجوری، این خط رو در نظر بگیرم چند تا؟ 4 تا. به کارم نمیاد که 4 تا برخورد میده. این میگه من دوست دارم 3 تا برخورد بده، یعنی این خط من مجبوره که از اینجا بگذره. نگاه کن
این خط AX من Y مساوی با AX فقط و فقط باید از این نقطه نکتیزه W بگذره، هیچ راه دیگه ای نداره. برای اینکه سه تا جواب درست کنی، یکی دو تا سه تا، سه جواب شدنش یعنی این خط از نقطه نکتیزه اون وسط W بگذره. خب مختصات این نقطه چیه؟ 4 و 2ه، طولش محور تقارنش 4، عرضش 2. این 4 و 2 باید روی خط Y مساوی با X باشد. نقطه 4 و 2 روی خط Y مساوی با AX صدق کند. پس تمومه دیگه، 4 رو بذار جا Xت، 2 رو بذار جا Y. اینجا چه نتیجه‌ای در میاد؟ آمون میشه چقدر؟ 1/2 و حل این تموم میشه.